با سلام خدمت همه همراهان همراه مکانیک. تو این ویدیو قصد داریم نقاط ضعف تویوتا پریوس رو بررسی کنیم. لطفاً تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. تویوتا پریوس مهمترین و خوشنامترین سدان هیبریدی جهانه که فقط نسل چهارمش تونسته به طور گسترده به بازار کشور برسه. این خودروی دورگه نقاط قوت فراوانی داره و همین مزیت باعث محبوبیتش در بازارهای بین‌المللیه. ولی پریوس هر قدر هم محبوب باشه، عین همه خودروها معایب خودش رو داره. در ادامه برای بررسی این معایب با ما همراه باشید. اولین مورد طراحی ظاهری غیر متعارف این خودرو هست. طراحی پریوس بسیار خلاقانه است، اما به دور از تعارف باید بگیم که پریوس خودروی زیبایی نیست و به همین دلیل سبک خاص طراحی ظاهری از معایبشه. در طراحی این ماشین به جای توجه به جذابیت‌های ظاهری سعی شده اصول علم آیرودینامیک رعایت بشه. مورد بعدی طراحی فضای داخلی پریوسه. در کمال تعجب می‌بینیم که نمایشگر صفحه کیلومتر به میانه داشبورد منتقل شده که میزان حواس پرتی راننده را زیاد کرده. محل قرارگیری اهرم تعویض دنده هم جوریه که شاید اونو با یکی از کلیدهای سیستم تهویه اشتباه بگیریم. همچنین به دلیل شیب زیاد سقف و شیشه عقب، فضای سر سرنشینان ردیف دوم و به خصوص افراد بلندقد کمی محدوده که راحتی سرنشینان رو تحت تأثیر قرار داده. عیب بعدی مربوط به بخش فنی این خودرو هست. یه پیشرانه 1.8 لیتری مدرن اصولاً در حالت عادی باید بیشتر از 120 یا 130 اسب بخار قدرت تولید کنه، در حالی که موتور بنزینی این سدان ژاپنی با حجم مشابه صرفاً 95 اسب بخار قدرت تولید می‌کنه که نهایتاً در تعامل با دو الکتروموتور توان ترکیبی این مجموعه هیبریدی به 121 اسب بخار میرسه. سطح چابکی این خودرو هم جالب نیست و نباید ازش انتظار رانندگی‌های چالاک و پرشتاب رو داشت، چرا که شتاب 0 تا 100ش حدود 11 ثانیه است که با توجه به نوع و شرایط سطح جاده میتونه بیشترم بشه. باگ بعدی مربوط به آپشن‌های رفاهیه. این سدان هیبریدی ژاپنی در قالب تیپ‌های مختلف روانه بازار ایران شده که به طور کلی امکانات رفاهی قابل قبولی ارائه دادن، اما بیشتر مدل‌های موجود در بازار کشور مربوط به تیپ C هستند که علی‌رغم بهره‌مندی از امکانات مناسب، برخی تجهیزات حداقلی مثل تنظیم برقی صندلی‌های جلو، سانروف و روکش چرمی صندلی‌ها را ندارند و این مسئله به عنوان باگ آپشن‌های رفاهی پریوس مطرحه. به ویژه فقدان صندلی برقی برای خودروی در این سطح کاملاً غیرقابل قبوله. ای به آخر این خودرو پیچیدگی فنی و هزینه نگهداری بالاست. خودروهای هیبریدی پیچیدگی فنی بیشتری نسبت به پیشرانه‌های ساده بنزینی دارند. در نتیجه هزینه تعمیراتشون بالاتره. از طرف دیگه باتری خودروهای برقی هیبریدی در طول زمان دچار استهلاک میشه و لازمه که تعویض بشه، که هزینه تعویض این قطعه به خصوص در مدل‌های کار کرده به سایر مخارج نگهداری این خودرو اضافه میشه. برای همین افرادی که برای مدت طولانی از این خودرو استفاده می‌کنن باید به فکر هزینه تعویض باتریش هم باشن. برای جمع‌بندی باید بگیم که این سدان جمع و جور هیبریدی مزایای زیادی داره، اما همونطور که گفتیم معایبش هم کم نیست و این نقاط ضعف به طور کلی بازار خرید و فروشش رو تحت تأثیر قرار داده. اگر می‌خواید یه سدان هیبریدی متعارف‌تر بخرین، بهتر رقیبایی مثل سوناتای هیبرید یا تویوتا کمری هیبرید رو در نظر داشته باشید. البته تو این بازه قیمتی میشه خودروهای کارکرده یا صفر کیلومتر بنزینی مختلفی رو در نوع سدان یا کراس اوور بخرید. ممنون که تا انتها همراهمون بودین. شما در مورد پریوس چه نظری دارید؟ تو کامنت ها با ما در ارتباط باشید.